بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بی نهایت بخشنده مهربان. الهی، نبودم و تو را نمی دانستم و تو را نمی شناختم و تو را نمی خواستم. مرا آفریدی و تو را داشتم، خود را به من نمودی و از جان شیفته‌ام کردی، در روحم پنهان شدی تا به جستجویت برخواستم. الهی، ای جانان من، راه دل بر من پوشیده است، اما بوی تو از جانم می آید. سفرم از میان تاریکی است، اما اشاره های نور تو بس پیداست. الهی، ای حضرت دوست، چه لذتی دارد که تو انیس القلوب باشی. چه حس شیرینی است اعتماد به تو، و چه شکوهی دارد تعظیم در برابر عظمت تو. محبوبم، همه جا و در همه حال عظمت تو را حس می کنم. محبوب من، بار الها، لحظه به لحظم شمیم حضور توست. هیچ کاری برایم سهل نشد مگر با عنایت تو. هیچ باری از روی دوشم برداشته نشد مگر با مدد تو. هیچ انسانی در مسیرم قرار نگرفت مگر به خواست تو. و من این روزها چه خوب دریافتم که هیچ برگی از درخت نمی افتد و هیچ دانه سر از خاک بیرون نمی آورد مگر به خواست تو. یا حق، خواستت را بر من بر روی هدایت من قرار بده، ای بهترین هدایتگران. یا هادی، تو باش پناه هم، تو باش گواهم و تو باش بهترین ها برایم. الهی، حال که منت نهادی و در بامدادی دگر بیدارم ساختی و جانم دادی تا ببینم، بشنوم، بگویم و بدانم، باز منت گذار و یاریم ده تا ببینم هر آنچه را که تو زیبا آفریدی. الهی، کمکم کن تا فریاد سکوت بی پناهان را بشنوم. الهی، یاریم ده تا بر زبان برانم آنچه تو را خوشنود می کند و درک کنم رازهای آفرینش بی بدیلت را. الهی، برای خوب شدن و خوب ماندن اراده کرده ام، اما اگر دستگیرم نباشی بال پروازی نخواهم داشت. بس یاریم ده تا همانی باشم که از خلقتم بر خود ببالی. الهی، ای آورنده صبح، در جذبه نورت تهنشین شده ام. هوایی چنین روشن بیتابم می کند و در این لحظات که روزیم مقدر خواهد شد، مرا با دستهای گشوده و درگاهت برانگیز. الهی، باز پیمان صبح را با تو بستم و می دانم امروز باید گامهای محکمتری را بردارم. وقتی با هر نشانه روشنایی و بوی دوستی چون تو را از نزدیک تر حس می کنم، باید همه چیز در من آغازی تازه داشته باشد. الهی، به فضل خودت من را دریاب. این منم، در صبحی سرشار از خورشید. یا حق، به امید خودت، یا فاضل، از بخشت
از بخششت به من مرحمتی عطا. الهی امروز تو را با این نام ها به زندگیم فرا می خوانم. ای آنکه عطایش چشم گیر است، ای آنکه کارش چشم نواز است، ای آنکه نوازشش پایدار است، ای آنکه در نیکی دیرینه است، ای آنکه سخنش حق است، ای آنکه وعدش وفاست، وعدش راست است، ای آنکه گذشتش فراتر از شایستگی است، ای آنکه کیفرش داد است، ای آنکه یادش شیرین است، و ای آنکه عطایش همگانی است. خداوند در همه حال نزدیک به ماست. فضل اون، رحمت اون، بخشش اون در هر حالی همراه ما هستش. وقتی که حضرت موسی به دنبال کمک میره از خدا و شروع میکنه رو میکنه به خدا که به من کمک کن و میگه هوای من رو داشته باش، یه درخواست دیگه ای رو هم از خدا میخواد. به خدا میگه و یسرلی امری، کارهایم را بر من آسان فرما. خداوند از دوران جنینی، زمانی که ما در رحم مادر هستیم، زمانی که ما منتخب میشیم، انتخاب میشیم برای اینکه بیایم تو این دنیا، همراه ماست، هوای ما رو داره، مراقب ماست، مواظب ماست، محافظ ماست در هر حال. و امکان نداره خدا ما رو در زمانی که توی درد هستیم، توی رنج هستیم، رها کنه. اون جایی که ما فکر میکنیم خدا نیست، حواسش به ما نیست، خودمون درگیر حاشیه ها شدیم، خودمون انقدر تو اون رنجه، انقدر تو اون درده غرق شدیم، غرق شدیم، غرق شدیم که اصلا حواسمون به این نیست که یکم سرمون رو بزنیم روشونه خدا و بگیم پناهم به تو، کمکم کن. خدا توی هر سختی ما رو تو آغوش میگیره، در هر شرایط سختی ما رو در آغوش میگیره و میتونه کارها رو بر ما آسون کنه، به شرط اینکه ما صداش کنیم، ازش بخوایم و به حکمتش، به قدرتش، به فضلش، به وجود و عظمتش اعتماد کنیم، اطمینان کنیم. خداوند در هر حالتی ما رو در آغوش میگیره، به شرط اینکه امیدمون رو به بودنش از دست ندیم. و اگه واقعا تو شرایط سختی هستید، واقعا اگر تو شرایطی هستید که خیلی اذیتید، ناراحتید و میدونی که بخوای نخوای باید این شرایط رو فعلا باش تا کنی، بگو به خدا و یسرلی امری، خدایا برام آسون کن سختی ها رو، خدای سختی ها رو برام آسون کن. از خدا بخواید سختی ها رو براتون آسون کنه. مگه نه اینکه ما میگیم خداوند در هر شرایطی، با هر نامی که ما صداش کنیم، با هر درخواستی که ما بخوایم ازش، کنار ماست، حضور داره کنار ما. مگه ما اینو نمیگیم؟ خب حالا بیایم دقیقاً با همون چیزی که الان بهش نیاز داریم، من میدونم این شرایط رو باید بگذرونم، من میدونم این لحظه ها رو باید بگذرونم، لحظه های سختی هم هست، کاری هم نمیتونم بکنم، بخوام نخوام هست، به چند تا چیز با ایمان تکیه میدم. یکی این که دست بالاتر از دست خدا وجود نداره و خداوند دست های زیادی رو برای امداد و کمک به من میفرسته، خواه با زبان، خواه با یک نیایش، خواه با یک نوشته یا با یه آدم، و بعد تکیه میدم بهش، به حضور، عظمت، فضل، قدرت.
تکیه میدم بهش و ازش میخوام آسون کن سختی هایی که من توش هستم دو. سختی ها رو برام آسون کن. اون موقع است میبینی حالت چقدر خوبه، حست چقدر خوبه و چقدر آرامش رو پیدا میکنی. من ازتون خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. با اینکه من مناجات ها رو بابت خط به خطش میشینم و می نویسم برای شما، مناجات می خونم، دعاهای مختلف رو می خونم و می نویسم، وقتی صبح به صبح میام برای شما حرف می زنم، فکر کنم بازم خدا داره با کافیه ماها به خدا اعتماد کنیم، کافیه حواسمون به این باشه که خداوند کنار ماست، همراه ماست و در هر لحظه با ماست. یه چند لحظه صبر میکنم وصل میشه دوباره لایف، نگران نباشه، یه چند ثانیه صبر کنیم، صبر کنیم برمیگردیم. از خداوند سپاسگزاریم بابت تمام حضورش، بابت نعمت وجودش. بچه ها ازتون میخوام قبل از این که دعای امروزمون رو تکمیل کنیم، از همه تون میخوام اگه واقعا خدا رو دوست داریم، اگه واقعا حسش میکنیم، بیاییم با یه جمله، با یه عبارت که خدایا خیلی دوست داریم، خیلی ممنون. اگه واقعا از این که خدا کارها رو میتونه برای ما آسون کنه بهش ایمان داریم، به این عبارت بیم با این جمله، بیم با همین جمله که خدایا خیلی دوستت دارم، امروزمون رو ثبت کنیم دقیقا زیر پست آخرمون، زیر پستی که از نظر من اون پست بوی خدا میده. وقتی تو داری از بخشش حرف میزنی، از بخشیدن جانت صحبت میکنی، داری از تصمیمهای مهم زندگیت حرف میزنی، اون حس خوب رو داری، بیا همونجا خدا قدردانی کنیم. زیر پست آخرمون حتما به هر اندازه که خدا رو دوست داری عبارت خدای خیلی دوستت دارم رو بنویس، به هر اندازه، اگه واقعا باورش داری و اگه دوست داری در ادامهش بنویس خدای کارها رو برام آسون کن. الهی سپاس برای صبح دوبارت، الهی به حق مهربانیت امروزم را پر از امید برایم بساز. پروردگارا یاریم کن که قلبم پر از نور تو باشد. الهی گشایش ایجاد کن برای دلم زمانی که بغض دارد. الهی بخشندگی از تو، عشق در وجود تو، عشق و بخشندگی را امروز به من اسم ببرید خودتونی، به من پریسا، به من بیاموز تا مهربان باشم و تا مهربانیم را به جهان و جهانیان ارائه دهم. همین امروز از خدا بخواین براتون بهترین ها رو مقدر کنه و کارها رو براتون آسون کنه. برای خدا یه پدر زدن شماست همه چی درست میشه، همه چی درست میشه، نگران نباشید. خدا خواهش کاری نداره، کارها رو برای ما آسون کردن، شرایط رو برای ما راحت کردن. ازش بخواین اجابت میکنه شما را، بخواه تا اجابت کنم تو را، بکوب تا در را به رویت باز کنم، کاری نداره. اگه واقعا دنبال این هستی که بهترین اتفاقا برات بیفته، تو باید بهترین درخواست ها رو داشته باشی، به جای ترسات، به جای نگرانیات، به جای حسای از دست دادنت تو تمام سختیات. همه ما سختی میکشیم، همه ما اذیت میشیم. از خدا بخواه آسون کنه کارها رو بر شما، آسون کنه این کارها رو بر شما. خیلی دوستتون دارم، براتون بهترین ها رو میخوام، براتون خیر رو میخوام به هر اندازه که خدا رو دوست داری، با عبارت این که خدای دوستت دارم و ازت میخوام کارها رو بر من آسون کنی، زیر پست آخرمون، پست اهدای عضو، بیایید و این جمله رو مکتوب کنید.
بنویسیم توی این دفتری که داریم ثبت میکنیم از حرف هامون، مکالمه هامون با خدا، بنویسیم خدایا خیلی دوست دارم، خیلی، هزار و هزاران هزار روز هستش که ما به لطف خدا بیدار میشیم، به لطف خدا چشم باز میکنیم، شاید هم خیلی بیشتر از هزاران هزار روز، ولی موضوع این هستش که چند روزش رو هر روز صبح که بلند شدیم به خدا گفتیم خیلی دوست دارم. امروز بگیم، امروز زیر پست آخرمون این عبارت رو بنویسید، یه نامه است برای خدا، فقط یه نامه عاشقانه، یک جمله ای. خدای خیلی دوست دارم، مرسی که همراه من هستید، منم خیلی دوستتون دارم، براتون بهترین ها رو میخوام، امیدوارم که توی هر شرایطی که هستین خداوند کارها رو براتون آسون کنه. امروزتون پر از خیر باشه، پر از برکت باشه، هر جایی که میرید، هر جایی که میرید فرشته های اجابت الهی قبل از شما اونجا منتظر شما باشن تا بهترین ها رو برای شما رقم بزنن. به خدای بزرگ میسپارمتون، خدا نگهدار.